هر سال هنگامی که ما به این ماه مرداد یا هم مرداد میرسیم، تب و تاب و گفتگو و چالش و درگیری میان ایرانیان از دیدگاه های گوناگون بالا میگیره. خب در هفته نخست مرداد ماه آخرین پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی در بیرون از کشور درگذشت و در پایان مرداد ماه 62 سال پیش در یک برنامه‌ریزی سازمان یافته دولت قانونی دکتر محمد مصدق واشکن شد. همچنان در این باره بحث و گفتگو و داوری میان ایرانیان، چه اونهایی که پژوهش کردند، آگاهی دارند، دست در کار داشتند وجود داره، چه اونهایی که از روی باورها و عرض می کنم درباره این رویدادها داوری می کنند، بر روی گفتگو بسیار است. در این چند روز گذشته گمان می کنم که به همین دلیل که ما در آستانه یا در آغاز مرداد هستیم، ایمیل های چندانی از دوستان گرامی داشتم از داخل و خارج از ایران که ارتباط پیدا میکنه با ارزیابی من از پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی، با ارزیابی من از نظام پادشاهی یا جمهوری، و از جمله یک ایمیل بسیار بسیار جالبی که بامداد امروز به دستم رسید و خواندم و نمیدانستم که این ایمیل آیا نکته درستی رو عنوان میکنه یا نه، چون میدانستم که فرستنده این ایمیل آدمی است بسیار تیزبین و از بینندگان وفادار این برنامه. پذیرفتم که سخن ایشان حتما باید درست باشه. چند ساعت پیش هم، یعنی پیش از آغاز این برنامه، با یکی دو تن از دوستان صحبت کردم و موضوعی که در این ایمیل آمده بود که در آغاز برنامه میگویم که جنبه هم تفننی دارد و هم جدی، این رو در میان گذاشتم که آیا این دوست گرامی که این ایمیل رو فرستادن و چند پرسش کردن، البته یکی از پرسش ها یکی از نکات این است، آیا درست است یا نه. این هم میهن گرامی که از ایران میتوان گفت که هر هفته با من تماس بگیرند، اشاره کردند که در یکی از برنامه های یکی از تلویزیون ها فردی گفته است که محمد رضا شاه پهلوی در مرداد ماه در همین روزهایی که گذشت کشته شد و یک توطئه جهانی بود برای کشتن محمد رضا شاه. و از من پرسیدن که شما که پژوهشگر تاریخ هستید و روی هم رفته بی طرف نسبت به مسائل، حالا بی طرف هم نه ولی تا حدود زیادی با سند درباره تاریخ داوری میکنید، پاسخ بدهید که آیا این چیزی که من در تلویزیونی در یکی از تلویزیون ها شنیدم درست است یا نه. محمد رضا شاه رو غربی ها و پزشکان و توطئه‌گران هنگام مداوا یا جراحی کشتند، یا آن چیزی که تا امروز می دانستیم درست است. البته از من هم خواستن که همین پرسش رو با آقای حسین مهری، دوست و همکار و یار برنامه‌ام در برگی از تاریخ، در میان بگذارم و از من درخواست کردن که این پرسش رو آقای مهری از آقای عباس میلانی هم با آقای عباس میلانی هم در میان بگذارند، چون به هر حال ایشان کتابی درباره شاه نوشتند و از ایشان پرسشی در این زمینه بکنم. پاسخ من پاسخ خیلی روشنی است. از این نوع افسانه ها در فرهنگ ما بسیار روان و پذیرفته شده است. توطئه. اجازه بدهید که شما رو به یه سفر تاریخی ببرم و نمونه از این نوع توطئه ها رو برای شما از لابلای اسناد تاریخی بازگو کنم و برگردم به موضوع درگذشت محمد رضا شاه پهلوی و دیگر پرسش هایی که در این زمینه از من شده است. ماجرا بر سر این است که در سال 1304 خورشیدی، هنگامی که رضا شاه هنوز رضا شاه نبود، نخست وزیر و شخصیت بسیار قدرتمند جامعه بود و میرفت به سوی خیز برداشته بود به سوی پادشاهی و روشن و آشکار بود که
دولت قاجار رو کنار خواهد نهاد، در خرداد ماه سال 1304 چند ماهی پیش از اون نشست مجلس که رأی داد به پایان پادشاهی قاجار، قانون نظام وظیفه اجباری در مجلس شورای ملی تصویب شد. یکی از ارزنده ترین قوانین اون دوران است. یعنی در این جای گفتگو نیست که بدون نظام وظیفه اجباری که ارتش مدرن ایران رو ایجاد میکرد، ما نمیتوانستیم به یک ارتش مدرن دست بیابیم. بگذاریم که این ارتش مدرن که بنا بود از مرزهای ایران پاسداری کنه، سپس ابزاری برای سرکوب خود مردم شد، اما مجلس اون زمان به درستی تصویب کرد که برای ایجاد ارتش مدرن در ایران ما به یک نظام وظیفه، یک ساختار نظام وظیفه اجباری نیازمندیم، و بنا شد که جوانان هنگامی که به یک سن قانونی میرسند باید برای ثبت نام در ارتش تازه پای ایران نه داوطلب بلکه به اجبار درگیر بشوند. خب واکنش خیلی زیاد بود. بخشی از این واکنش از این جهت بود که بسیاری از این جوانان بنا بود که در روستاها با خانواده خودشون باشند و کار کنند. بخشی از اینها بنا بود که طلبه علوم دینی بشوند. در آغاز کار واکنش چندان نبود. خیلی هم از این ماجرا آگاهی نداشتند و اجرای قانون نظام وظیفه اجباری هم تا سال 1306 به درازا کشید، یعنی انجام نشده بود تا آغاز پادشاهی رضا شاه در سال 1306 بود که تازه پادشاهی رضا شاه آغاز شده بود. دو سال بیشتر از اون نمی گذشت که نظام وظیفه اجباری به راه افتاد و اینجا و اونجا واکنش هایی در گرفت. یکی از این واکنش ها از اصفهان بود، به این معنا که آقای حاج آقا نورالله فشارکی یا نجفی اصفهانی، برادر آقا نجفی معروفی که همواره با شاهزاده قاجاری که حاکم و والی اصفهان بود ذل السلطان درگیری داشت، برادر او یعنی حاج آقا نورالله همراه با عبدالحسین مدرس خاتون آبادی که سید العراقین خوانده می شد، اینها آمدن به قم. اینهایی که من نگاه میکنم از برگ 222 کتاب شیعگری خود من هست که در اونجا در این کتاب شیعگری که من حاشیه زدم بر کتاب زنده‌یاد احمد کسروی، اینها آمدند به قم و یک گروهی ساختند به نام هیئت علمیه و روحانیه مهاجرین قم، و دولت رضا شاه هم در آغاز نسبت به پیامد کار اینها اندکی بیناک بود. تازه کار دولت آغاز شده بود و معلوم نبود که روحانیان چه چوبی لای چرخ دولت تازه، دولت پهلوی بگذارند. این است که گروهی رو فرستادن به رهبری تیمورتاش وزیر دربار که با این آقا و دیگر روحانیان قم دیدار کنه. البته این رو هم در حاشیه بگم که مهمترین و برجسته‌ترین روحانی قم در اون هنگام در ایران آقای حائری بود، رئیس پایه‌گذار و رئیس حوزه علمی قم بود و چندان علاقمند به درگیری با رضا شاه نبود و از این کار حاج آقا نورالله هم چندان خوشنود نبود، ولی به هر روی هیئتی رو گسیل کردند. کسانی که فرستاده شدند از سوی دربار به قم، تیمورتاش وزیر دربار بود، مخبر السلطنه هدایت بود که تازه نخست وزیر شده بود، نخست وزیر دراز مدت رضا شاه، 6 سال و نیم نخست وزیری رضا شاه رو داشت، در این سال نخست وزیر شده بود و اون به عنوان نخست وزیر و نماینده رضا شاه همراه با تیمورتاش که نفر دوم کشور به شمار می آمد و گروه دیگر از جمله حاج سید جواد ظهیرالاسلام امام جمعه تهران، اینها رفتن به قم و دولت در اون هنگام شاید عوام فریبانه درخواست های پنجگانه حاج آقا نورالله رو پذیرفت. این درخواست ها از جمله چه بود؟ تجدید نظر در قانون نظام اجباری، انتخاب 5 نفر از علمای تراز اول در مجلس، یعنی اجرای اصل دوم مکمل قانون اساسی که هیچگاه از هنگام تصویب این ماده به مرحله اجرا در نیامده بود.
آقا قانون رولات درخواست این رو کرد که 5 نفر از روحانیون حتما خودش رو هم در نظر داشته باید نظارت بر قوانین کشور بکنن. تعیین نظار شرعیات در ولایات، کاری که در سال 1301 آغاز شده بود. ناظر شرعیات در قانون اساسی نیامده، کاری است که مسببه دولت هست. در دورانی که قوام السلطنه نخست وزیر بود در سال 1301 آمدن و در هیئت وزیران تصویب کردند که با فشار روحانیان که در هر شهری 2 نفر روحانی تراز اول، در هر ایالتی استانی 2 نفر روحانی تراز اول ناظر شرعیات باشند، یعنی نظارت کنند بر این که در روزنامه ها و کتاب هایی که در هر منطقه ایران به چاپ میرسد چه چیزهایی نهفته است و جلوگیری کنند از این که مبادا در یک روزنامه یا در کتابی مثلا در اصفهان یا در همدان، تهران که به جای خود، چیزی نهفته باشد یا گفته شده باشد که با دین مبین اسلام و آیین جعفری شیعه 12 امامی ضدیت داشته باشه و نگذارن که چنین چیزهای نادرستی به چشم مردم برسه، به گوش مردم برسه. البته در اون هنگام بیشتر چشم مردم بوده چون رسانه ها رسانه های چاپی بودن. این جالب اینجاست که یکی از کسانی که تلگراف زد و از این درخواست همین حاج آقا نورالله و این گروهی که به وجود آمده بود پشتیبانی کرد، سید حسن مدرس بود، کسی که ادعا می کرد که طرفدار آزادی است ولی موافقت داشت با این که برای جلوگیری از آزادی در شهرها، در ایالتها یک گروهی به وجود بیاید، یک ناظر شرعیات به وجود بیاید، نظارت کنند این آخوندها بر چاپ کتابها و روزنامه‌ها. جلوگیری از منهیات، جلوگیری از مشروب الکلی، از تماشاخانه و قمار، اجرای مواد مربوط به محاضر شرع. خب حاجب نورالله 38 سالش بود در اون هنگام و بیماری قند داشت و دچار گرفتاری شد و از تهران برای اینکه به وضع پزشکی او رسیدگی کنند پزشک فرستادند و مداوای این پزشک کارآمد نشد و حاج آقا نورالله درگذشت در 38-39 سالگی. از اون هنگام تا به امروز آخوندها بر این باور هستند که حاج آقا نورالله رو پزشک دربار، پزشک فرستاده شده از تهران، شهید کرد. حالا این پزشک کی بود؟ گفتن با آمپول هوا او رو کشته. این پزشک خلیل خان ثقفی معروف به اعلم الدوله بود که یکی از پزشکان بسیار شریف تاریخ ایران هست، پزشک مظفرالدین شاه هم بود و از کسانی است که در راضی کردن مظفرالدین شاه به دستین نهادن و فرمان مشروطه جایگاه برجسته‌ای داشته. انسان بسیار شریفی در تاریخ ایران بوده و تصور این که آدمی مانند علم‌الدوله آمپول هوا به حاج آقا نورالله زده باشه اصلا محال است. جالب اینجاست که در دورانی که حاج آقا نورالله درگذشت هیچ کس چنین سخنی نگفت. این ماجرا سالیانی پس از شهریور 20 رفتن رضا شاه به زبان افتاد و آخوندها تا امروز درباره کشتن حاج آقا نورالله به دست رضا شاه و پزشک فرستاده شده از سوی او از تهران سخن میگن. بگذاریم که در فرهنگ سیاسی ایران، فرهنگ اندیشه‌ای در ایران، اصلا در فرهنگ ایران و به ویژه در فرهنگ مذهبی شیعی در ایران همه کس شهید می شوند، هیچ کس به مرگ طبیعی نمی میره. شما نگاه کنید به زندگی امامان، امام 12 که البته هنوز زنده است، ناپیداست، ولی همه امامان شیعه شهید شدند. البته علی ابن ابی طالب رو می دانیم که ابن ملجم مرادی شمشیر زد و کشت و امام حسین رو هم می دانیم که در جنگ کربلا کشته شد، ولی دیگر امامان
نه امام دیگری که پیش از امام دوازدهم که ناپیدا شد، ناپدید شد، نامهای اونها در دست ماست، همه اینها به روایت بزرگان دین شهید شدند. هیچ کدام به مرگ طبیعی نمردند. حتی اونهایی که 50، 60، 70 فرزند از خودشون به جای گذاردند، تمام روایات شیعی بر این است که تمام زندگی خودشون در زندان گذراندند که معلوم نیست بنابراین این فرزندان رو چگونه ساختند، و همه اینها شهید شدند، از جمله امام 11، امام حسن عسکری، که در مرکز نظامی خلیفه زندگی میکرد، یعنی با ایشان، پدر ایشان رو با احترام فراوان به شهر سامرا آورده بودند که نیمه پادگان نظامی، مرکز نظامی خلافت بود و خیلی هم به ایشان احترام گذاشته بودند. در اون دورانی هم که ایشان درگذشتند، گفتند شهید شدند، دورانی است که وزیر خلیفه شیعی بود، یعنی با بلند پایه ترین شخصیت اداری دولت خلافت در اون هنگام یک شیعی مذهب بود، ولی با این همه میگویند که امام حسن عسکری رو شهید کردن، همه امامان رو شهید کردن. اصلا آخوندی در تاریخ نبوده که به مرگ طبیعی درگذشته باشه. البته آیت الله خمینی رو نمیتوانستن چنین بگویند چون در بیمارستانی بود که زیر نظر دولت اسلامی اداره میشد، اما فرزند ایشان آقا مصطفی رو که میدانیم اسناد زیادی در دست است، بسیار کسان هستند که از نزدیک آقا مصطفی رو میشناختند و میدانستند که ایشان به دلیل وزن زیاد و پرخوری دچار بیماری های بسیار بودند و از این جهت بود که درگذشتند، ایشان رو هم گفتند که ساواک شهید کرده. حالا این فرهنگی است که در میان بزرگان شیعی در ایران وجود می داشته. این که کسی امروز بیاید، نمیدانم چه کسی بوده، ولی کسی امروز بیاید و با نادانی بگوید که بله محمد رضا شاه رو هم انگلیسی ها و آمریکایی ها و غربی ها کشتند، اصلا انقلاب 57 رو خود اینها درست کردند، آخوندها رو آوردن سر کار، خب نشان میدهد که تا چند اندازه این فرهنگ توطئه، این فرهنگ کودکانه در میان ما ایرانیان نهادینه شده. تنها در میان بزرگان دین نیست که از این ابزار شهادت برای مظلومیت بزرگان خودشون، برای جلب توجه مردم، برای کشاندن اونها به این باور که بله اینها اینقدر مظلوم بودن که به دست حاکمان کشته شدند، از این بهره میگیرند. این به فرهنگ مدرن ایران هم راه یافته. حتما رضا شاه رو هم در جزیره موری سم دادند و کشتند، و بعد محمد رضا شاه رو که در مصر بود در اون هنگام، حتما او رو هم یا در به کشورهای دیگر سفر کرد برای در اون هنگام، البته فکر نمی کنم هنگام درگذشتش در مصر بوده باشه، من آگاهی چندانی در این مورد ندارم، ولی سفر به پاناما کرد، سفر به ایالات متحده آمریکا کرد، به دنبال مداوای خودش بود. یکی از کارهای پلیدی که در اون هنگام جمهوری اسلامی انجام داد، جدا از این که شما درباره محمد رضا شاه چه بیندیشید، انسانی بیمار برای مداوا به کشوری رفته، چنان کردند که دولت ایالات متحده آمریکا شاه رو در آمریکا شخصیتی نپذیرفتنی اعلام کرد و درخواست کرد که او از آمریکا خارج بشود، فشاری که در اون هنگام دولت جمهوری اسلامی گذارد، در حالی که از نظر انسانیت، جدا از این که محمد رضا شاه چه کارهایی کرده یا نکرده، بر روی از نظر انسانی کسی که در بستر بیماری و در حال مرگ هست، هر انسانی باید طالب مداوای او باشه، حتی اگر او جنایتکار جنگی بوده باشد. بگذاریم که محمد رضا شاه هیچگاه به عنوان جنایتکار جنگی شناخته نشده بود، به عنوان یک خودکامی که بر روی با قانون اساسی ایران سر ستیز داشت شناخته شده بود، و دیگر چیزهایی که میدانیم و من به اون نخواهم پرداخت. اما این که امروز کسانی بیایند با این فرهنگ چیره آخوندی همصدا بشوند که بله
محمد رضا شاه رو هم شهید کردند و کشتند، به راستی فرومایه و نشانی از یک دیدگاه به راستی در خور نقد است. چرا میگویم و چرا به این میپردازم؟ برای اینکه ما در یک دوره ویژه تاریخ ایران قرار داریم. یا ما باید از یک رشته ارزش‌های نهادینه شده در تاریخ ایران گسست پیدا بکنیم و فرهنگ تازه‌ای رو، ارزش‌های تازه‌ای رو بیافرینیم، یا همچنان در اون فرهنگ و ارزش‌های کهن دست و پا خواهیم زد. این ارزش‌های کهن، ارزش‌های نادرست چیست؟ این ارزش‌ها از جمله در این است که هر کسی به قدرت رسیده است وی دوره پیش گذشته رو احساس میکنم که گویا یک در دست کم در تصویری که من میبینم یک گسستی به وجود آمده و امیدوارم که این تنها در جایی باشه که من میبینم و شما هم میهنان با این گرفتاری روبرو نباشید. و البته اگر هم روبرو باشید، بارها گفتم اینها گرفتاری های فنی اینترنتی است و نمیدانم که چرا گاه و بیگاه گریبان برنامه بنده رو میگیره. البته حتما توطئه در کار است. این رو البته شوخی میگویم چون درباره توطئه صحبت میکردیم، این رو هم به عنوان نمونه از گرفتاری های جامعه بیان میکنم. ما در تاریخی، ما با تاریخی روبرو هستیم در این هزار سال گذشته که تاریخ پر از خشونت بوده، تاریخ پر از براندازی بوده، تاریخی بوده که کشته شدن و شهید شدن و شهید دادن بخشی از فرهنگ پذیرفته شده جامعه به شمار می آمده. به راستی هم می کشتند. این نیست که همه داستانهایی که در مورد شهادت و کشته شدن و از این دست مطرح می شود همه ساختگی بوده باشد. آنقدر در تاریخ ما و در تاریخ شرق کشتن و انتقام و خونریزی و ویرانی وجود دارد که نمیتوان جدا کرد این نمونه ها را از یک دیگر که کی به راستی کشته شده و چه کسی در بستر کهنسالی درگذشته. برداشت من این است که بسیاری از کسانی که در میان آخوندها به نائل آمدن، یعنی گفته می شود که اینها شهید شدن، واقعا شهید نشدن. برخی هم به راستی شهید شدن، برخی هم به راستی، حالا شهید واژه درستی از نقطه نظر فرهنگی و ارزشی من نیست، ولی از نقطه نظر باورهایی که آدم های مذهبی دارند، نویسنده یا کسی که یکی از برجسته در این کتاب های فقه شیعه رو نوشته، لمعه دمشقیه، به راستی در زندان کشته شد و بسیاری دیگر از این دست. حتی برخی که فقیه نبودند، برخی که صوفی بودند، عارف بودند، اینها کشته شدند به فرمان و دستور بزرگان دین یا بزرگان سیاست. ما امروز در دورانی هستیم که می توانیم از این گذشته گسست پیدا بکنیم. یعنی امروز به ویژه که ما در ماه مرداد قرار داریم و در آستانه 28 مرداد هستیم، می توانیم با زبان دیگری درباره گذشته با یکدیگر سخن بگوییم. نه زبان اتهام، نه زبان کینه، بلکه زبان آگاهی یافتن نسبت به رویدادهای راستین تاریخ و نهادن مرهم بر زخمهای تاریخ و ساختن یک ایران تازه. شما بنگرید در این ایالات متحده آمریکا که من زندگی میکنم، جنگ داخلی آمریکا خونریزترین جنگ داخلی در تاریخ بشر بود. نزدیک به 1 میلیون نفر در این جنگ داخلی در میان ایالات جنوبی و شمالی کشته شدند و سرانجام هم دوره سازندگی ایالات متحده آمریکا آغاز شد. و امروز اگر چه درگیری هایی هنوز در میان هست، مثلا بر سر پرچم، با صلح و صفا و بدون خونریزی در ایالت کارولینای جنوبی پرچم دوران جنگ داخلی رو پایین می آورند و به موزه می سپارند. خب بیگمان عده‌ای هم از این ناشادمان هستند، اما به هر روی درگیری در این زمینه درگیری
مدنی است در اروپا، درگیری های خونینی که در اروپا به کشته شدن بیش از 100 میلیون نفر مردم در دو سده گذشته انجام میده، امروز به جایی رسیدن که 25 کشور اروپایی یک دولت یا نیم دولت متحد درست کردن، مرزها رو برداشتند، پول واحد درست کردن، بانک واحد یا حالا بانک مرکزی واحد درست کردن، قوانین قضایی خودشون رو دارن همسان می کنند، گفتگو بر سر تدوین یک قانون اساسی مشترک از پارلمان اروپایی اجرا شد به وجود آمده و بسیاری از تصمیم گیری های دولت های اروپایی تابع تصمیم گیری های مشترک اونهاست. مردمی که این چنین یک دیگر رو کشتند و ویران کردند سرزمین های یک دیگر رو، امروز در حال ساختن یک جامعه مدنی تازه هستند. اما ما در ایران نمی توانیم به 28 مرداد که میرسیم یا به درگذشت محمد رضا شاه که میرسیم بدون کینه در این باره داوری نکنیم. مراد من این نیست که ما نباید هنگامی که 28 مرداد میرسیم از واژه کودتا بهره نگیریم. چرا؟ کودتا بوده. به راستی به نادرستی مردی رو که میتوانست به ماندگاری پادشاهی مشروطه در ایران یاری برسانه برانداختند. اما این نکته بر سر این است که تا کی باید این درگیری یک درگیری دشمنانه در حوزه دشمنانه باقی بماند؟ کی ما میتوانیم به گفتمانی به داوری های دست یابیم که این گفتمان و داوری ها برای جستن و یافتن راه های بهتر زندگی آینده است و نه ایجاد دشمنی در میان ایرانیان به خاطر گذشته؟ من بارها در برنامه های سخنرانی خودم در کشورهای گوناگون گفتم که من نه با رضا شاه گلدور موافقم و نه با رضا شاه کبیر، یعنی فکر میکنم هر دو پسوندهای نادرستی باشند. رضا شاه خدماتی به ایران کرد و زیانهای زیادی هم رساند. خودکامگی رضا شاه، مالندوزی و گرفتن روستاها نادرست بود، ولی گسترش توسعه کشور، مدرن سازی کشور درست بود. کارهای نیکی در دوران محمد رضا شاه صورت گرفت، کارهای بسیار بدی هم صورت گرفت. هر دو رو باید سنجید و بدون درگیری های دشمنانه به بررسی تاریخ پرداخت. اجازه بدهید که در اینجا یک تنفسی داشته باشیم، من برگردم و رشته گسسته کلام رو دنبال کنم. البته بار دیگر تکرار میکنم، من آگاهی دقیقی از این که کجا این موضوع کشته شدن محمد رضا شاه مطرح شده ندارم، از این بهانه جستم برای اشاره به این نگاه فرهنگی تئوری توطئه در ایران. ما در اینجا از خانم غزاله کارگردان برنامه درخواست میکنم که بخش سوم یا گمان میکنم شاید چهارم باشه از اون مستندی که درباره زندگی مصدق تهیه شده چند دقیقه از اون رو برای شما پخش کنم. ضمناً آرزومند هستم که کارگردان همیشگی این برنامه جناب بهروز مشکینیار که بیماری دارند هرچه زودتر آسایش پیدا کنند و به مدیریت این برنامه بازگردند. به دلیل کثرت ارتباطاتی که داشت با توده های مردم به خصوص صنوف مختلف، به جهت اینکه خود ایشون خب خانوادهش از ملاکین بزرگ بودن و در تمام شاخه های اجتماعی با کسبه ارتباط داشت. فرض میکنیم دکتر مصدق برای تمام رعایای خودش چه در دهاتی که در کنار احمد آباد بود، دهاتی که در جنوبی تهران بود، برای تمام اینا سالیانه کت و شلوار و لباس و ایدی و همه اینها رو می‌خرید. اینا موجب میشه که ورثه اصناف مربوط به این شاخات در ارتباط بسیار وسیعی باشه. لباس غذا رو خود دکتر می‌خرید، می‌آورد اینجا، خیاط هم می‌آورد، هر چی نوکر بود هر کس می‌آمد اینجا اندازه می‌گرفت و خیاط می‌دوخت و می‌داد به ما. ما دو نفر بودیم، یکی سفر بود، قربوز آباد کوچولو بود، یکی من کوچولو بودم. مال ما سفارشی می‌آوردن، هستن دو تا کوچولو می آوردن،
میدادم به ما. وقت بعد از اینکه اومدم اینجا هر 6 ماه یه بار منو میفرستاد تهران با راننده‌هاش که لباس برام بخره، مثلا کت شلواری، کفشی، همه جوره لباس برام دو دست میخریدن. آره همیشه اول دادن داشتم. هر سال 5-6 من گندم به همه روستا میداد که مثلا به حساب این حالا زکات حساب میکرد، چی حساب میکرد ما نمیدانیم، عیدی مثلا میداد. شب عید سر چقدر روغن برنج میداد، این مثل این که خیریه مادرش بود. بعدا اون ریچت گندم، یعنی هر سر 10 چارک گندم میداد. یعنی این منطقه گشلاق، آویج، نمیدونم به هر کجا که دسترس داشتن مردم میتونستن بیان اینجا، سر 10 چارک گندم میداد. من میدونم چند تاشو مثلا ماهی 15 تومن پول میداد، 30 کیلو آرد میداد. یه دفتر فقرای من داشتم که هر فقیر میامد 10 تومن، 20 تومن، 30 تومن، 300 تومن چه درخواست میکردن، تقاضا میکردن، من میدادم، مینوشتم اون دفتر، یه رسیدم از اون فقیرها میگرفتم به آقایشان میدادم، این پول من به اون فقیر دادم. من گفت بشین این شما رو بیرستی قابلامه بخشلی ببره بده به اون کسی. من اینا رو ریختم، دوتا قابلامه شد بزرگ ریختم و عرض کنم خدمت شما، بخشلی رو صدا کردم، بخشلی اونم خدا رحمتش کنه، اینا رو برد بده به اون طرف ها. بعد گفتن که آقا ما چی بخوریم؟ خانوما گفت از اون دری که میای تو هرچی در اینجا فکرتان هست که هست درست کنین خودتان بخورین، امشب اینا مهمان من. دیدم اینطور گفت، از اینجا دیدم عشق آمد پای منم نگاه میکرد. بله اینجا هر کس هر تقاضایی داشت میامد نامه میداد، سید الاکبر نامه رو میداد با آقا، آقا هم همیشه موافق، یعنی اون نبود که موافق نباشه. حالا من همیشه میگفتم آقا منو بفرست سر تراکتور، سر ماشین، اون همینجا خوبه. مثلا یکی خونه میخواست درست کنه میگفت آقا تیر ندارم، میگفت آقا از حمام تپه بفرستید پیش غلام حسن 20 تا تیر بین بدین که این سر ساختمانشو بپوشه. درود دیگر باره بر شما و به رشته گسسته سخن باز میکردیم. همیهنی از من پرسیدن که داوری من درباره کتاب تراژدی مسیح دجال که درباره خمینی است چیست؟ آیا این رو خواندم یا نه؟ من خواندم و کنار نهادم. این کتاب هم مانند همان آنچه که در بخش نخست برنامه گفتم باور به نظریه های توطئه دارد با دروغ های زیاد. ببینید شما به درستی می توانید و باید نسبت به رفتار آیت الله خمینی و جنایاتی که در دوران جمهوری اسلامی روی داده نقد کنید و به چالش بکشید و خواهان عدالت در این زمینه باشید، یعنی بگویید که در آینده باید کسانی که دست به جنایت زدن به مردم و به جامعه ایران پاسخگو باشند. ولی جمهوری اسلامی نیازی به بدنام کردن از راه ساختن پرونده های دروغی نداره. ما به اندازه کافی پرونده راستی در دست داریم که گواه ورشکستگی سیاسی، اخلاقی، اقتصادی و همه چیز این حکومت در 37 سال گذشته باشه، گواه ورشکستگی ایده حکومت دینی باشه. اصلا من به جمهوری اسلامی در این چند سال تنها کار ندارم، اصلا حکومت دینی یک پدیده ورشکسته است، حکومت ایدئولوژیک یک پدیده ورشکسته است. تاریخ نشان داده حکومت هایی که بر پایه یک چشمانداز ایدئولوژیک یا خشنتر از اون چشمانداز دینی رفتار می کنند، چه دولت اسماعیلی باشد، چه حکومت ایدئولوژیک هیتلری باشد، چه حکومت ایدئولوژیک استالینی و امروز جمهوری اسلامی، جنایت خواهند کرد و کوشش خواهند کرد که مردم رو بر
پایه اون دیدگاه ایدئولوژیک مذهبی آینی که دارند زیر فشار قرار بدهند و مجبور کنند که مردم به دستور اونها با اون رفتار در واقع زندگی کنند. اصلا این ذات یک ساختار ایدئولوژیک است. تا اونجایی که این ساختار ایدئولوژیک یک پدیده غیر دولتی است، انسان ها داوطلبانه وارد این ساختارهای ایدئولوژیک یا مذهبی می شوند. یعنی شما داوطلبانه به هر روی به دلیل پرورش خانوادگی از یک آیین مذهبی پیروی می کنید و می پذیرید که به این آیین و به دستورهای او گردن بگذارید، یا وارد یک حزب سیاسی می شوید و دستورهای حزب سیاسی رو اجرا می کنید. حتی می توانید وارد یک گروهی بشوید فوق‌العاده تندرو مانند گروه مجاهدین یا گروهی مانند اسماعیلیان یا گروه های دیگری در تاریخ ایران که اینها شما رو در یک چنبره محدودیت اندیشه‌ای قرار بدهند، شستشوی مغزی بدهند. این تشخیص شماست که بروید وارد چنین گروهی بشوید و گرفتار کنید خودتون رو. اما دولتی کردن چنین اندیشه‌هاییست که زیان تنها به یک فرد عضو این گروه یا باورمند به یک جهانبانی و ایدئولوژی نمیزند، بلکه دولتی رو ایجاد میکند که سرنوشت جامعه رو دستخوش این ایدئولوژی یا جهانبینی یا معاین و دین قرار میدهد. این که در ایران کسانی باورمند به شیعی 12 امامی باشند مسئله شخصی است، اما اینکه باورمندی به شیعی 12 امامی و ارزش‌های فقهی و اخلاقی رو بر جامعه ناچیره بکنیم و دولتی بسازیم که بخواهد همه ارزش‌ها و دستورها و رفتارهای اجتماعی رو از این قیف تنگ ایدئولوژیک مذهبی رد بکند، فاجعه می‌آفریند و این فاجعه جمهوری اسلامی است. اما برای نقد به این فاجعه ما نیاز به پرونده سازی نداریم، نیاز به ساختن کتاب های مانند تراژدی مسیح دجال یا وارث ملک کیان و چیزهای از این دست نداریم که جعل سند بکنند، عکس دروغین بسازند، بخوان نشان بدن که آقای خمینی اصلا هندی است. ولی اینها نیاکانشون از هند به ایران بازگشتند، ولی از ایران به هند رفته بودند. دیگر هم که اصلا هندی بوده باشند، مگر هندی بودن جنایت است، جرم است، بخشی از برجسته ترین متفکران دوران مشروطه از هند به ایران آمده بودند، از سرزمین های دیگر به ایران آمده بودند. حالا کار ندارم، نمیخوام بحث رو به این بگذرانم، اما از اینجا میخوام نتیجه بگیرم و به یک پرسش نهایی در این بخش برنامه پاسخ بدم. پرسشی که هم میهن گرامی دیگری از من کردند و چند بار هم در این باره از من خواستند که توضیح بدهم و شاید امروز که ما در مرداد ماه ایستاده ایم و من امیدوار هستم که این برنامه رو تا پایان مرداد ماه اساساً به این نونوکات بپردازم در این برنامه. پرسش ایشان این است که آقای امینی، این عبارت نیست ولی در واقع روح پرسش ایشان است که بسیاری دولت‌های دموکراسی در دنیای امروز دولت‌های پادشاهی هستند. بیشتر کشورهایی که ایرانیان در اروپا به اونها پناهنده شدند جز فرانسه و آلمان، دیگر این کشورها کشورهایی هستند که ساختارهای پادشاهی دارند، مانند بریتانیا، انگلستان، نروژ، سوئد، دانمارک و کشورهای از این دست. و جالب اینجاست که خود ایشان ردیف کردن نام دموکراتیک ترین کشورهای جهان رو و گفتن از میان 15 دموکراتیک ترین کشورهای جهان دست کم 10 کشور نظام پادشاهی داره و ردیف کردن در پایان خودکامه ترین و فاسد ترین کشورهای جهان رو، همه جمهوری هستند. و از من پرسیدند که شما با چنین سیاهی چگونه با قاطعیت میگویید که جمهوری خواه هستید و طرفدار پادشاهی نیستی؟ مگر نمیتوان در ایران یک پادشاهی مدل سوئد یا نروژ داشت؟ مگر میتوان تضمین کرد که جمهوری
سکولاری که شما به اون باور دارید در آینده جمهوری از دست همین، از جنس همین جمهوری اسلامی یا جمهوری در پاکستان یا جمهوری در زیمبابوه یا کره شمالی نباشد. پاسخ من این است که هیچ تضمینی در هیچ دو سوی این گفتگو نیست. آنچه که ما میدانیم در این است که نظام‌های پادشاهی اروپا در درازای تاریخ رفته رفته پذیرای فرهنگ دموکراسی شدند، قانون رو در آغوش گرفتند، پذیرفتند که قانون در کشور چیره باشد. نظام پادشاهی بریتانیا که یکی از کهن‌ترین نظام‌های پادشاهی در اروپا است، در 800 سال پیش با پذیرفتن ماگناکارتا، اون هم با دشواری‌های فراوان، بارها زیر پا نهادن اون، بارها به جنگ اون برخواستن، سرانجام تن در داد به نظام پارلمانی و از درون این کشاکش و خونریزی‌ها و درگیری‌ها سرانجام نظام پادشاهی در بریتانیا شکل گرفت، در انگلستان به ویژه شکل گرفت. انگلستان رو به عنوان کانون نظام پادشاهی بریتانیا میگویم که در این نظام پادشاهی پادشاه هیچکار است، یک نماد است. حتی سخنرانی گشایش پارلمان رو نخست وزیر کشور می نویسد و پادشاه یا ملکه اون رو در گشایش مجلس می خواند. حتی حق پس و پیش کردن واژه ها رو هم نداره. پادشاهی اسپانیا پس از مقاومت های فراوان و گسترده و خونین به دموکراسی تن در داد و امروز ما در اسپانیا با یک نظام دموکراتیک پادشاهی رو برو هستیم که پادشاه دخالتی در امور سیاسی کشور نمی کنه. در تمام کشورهای پادشاهی دموکراتیک در جهان هم همین است. ما از یک تاریخ پادشاهی خودکامه رفته رفته زیر فشار مدرنیته و دگرگونی های اجتماعی در اروپا و انقلاب های اجتماعی به جای رسیدیم که یا نظام پادشاهی نتوانست خودش رو هماهنگ کنه، همراه کنه، مانند ایتالیا و فرانسه و نظام های پادشاهی واژگون شد، از میان رفت، یا توانست همراه بکنه که در نتیجه ماند. تمام کشورهای اروپایی نظام پادشاهی داشتند. در برخی از اونها این نظام های پادشاهی توانایی همراه کردن خودش رو با فرایند دموکراسی نداشت، مشروطه نشد، قانون مدار نشد. اونهایی که قانون مدار شدند ماندند و به راستی هم باید گفت چه نیازی به تغییر نظام پادشاهی در بریتانیا است. نظام پادشاهی در بریتانیا برای کشور بریتانیا درآمد ارزی دارد، درآمد توریستی دارد. چه نیازی به این هست که در دانمارک پادشاهی دموکرات و مردمی رو کنار نهاد و جمهوری اعلام کرد؟ تضاد میان ساختار تشریفاتی پادشاهی در این کشورها با نظام دموکراتیک نیست و چالشی هم در این زمینه به راستی روی نداده. اینجا و آنجا کسانی هستند در این کشورها که خواهان برکنار کردن پادشاهی هستند، همون گونه که در فرانسه کسانی خواهان بازگرداندن پادشاهی هستند. کسی هم این کوشش ها رو جدی نمیگیره. جدی ترین اینها در بریتانیا بود که به پایان رسید و امروز هم کسی به طور جدی در سودای جمهوری کردن این کشورهای پادشاهی نیست. موضوع بر سر این است، هم میهن گرامی و هم میهنان گرامی و به ویژه شما هواداران پادشاهی در ایران، که پادشاهی در ایران نتوانست خودش رو با فرایند قانون مداری و دموکراسی هماهنگ بکنه، رفت به این سوی. ما تنها دورانی رو که سراغ داریم که پادشاه در پایان کار، یک پادشاه در پایان کار و دیگری در تمام دوران پادشاهی خودش کوشش کردند قانون مدار و پذیرای قانون باشند، یکی دوران پایانی پادشاهی مظفرالدین شاه است که بر فرمان مشروطه دستی نهاد و قانون اساسی رو امضا کرد، و دیگری دوران احمدشاه است. دوران احمدشاه در تاریخ ایران به چه نام شناخته شده؟ پادشاهی ضعیف، ناتوان، بی ارزه، پادشاهی که تنها زندگی خودش رو در فرانسه و در نیس گذرانده، خوشگذرانی میکرده،
در حالی که تمام کوشش مشروطه، تمام کوشش قانون مدار کردن پادشاهی در این بود که پادشاه بی ارزه و برکنار از مسئولیت باشد. مانند پادشاهان اروپا کسی بهایی به این نمیدهد که پادشاه اسپانیا چند ماه تفریح میکند یا ملکه الیزابت چند خانه دارد. بهایی به این نمیدهند. چرا؟ چون کشور رو اداره نمیکنند. کاری به کار کشورداری ندارد. در حالی که در کشور ما از جمله مشروطه خواهان، از جمله روشنفکران ایران با آغوش باز طالب بازگشتن یک پادشاهی قدرتمند بودند و از فراز رضا شاه به قدرت استقبال کردند و مشروطه و قانون مداری در ایران فدا شد، به این معنا که در کشور ما این فرصت به وجود نیامد که پادشاهی به سوی دموکراسی گام بردارد، پذیرای قانون مداری بشود. آخرین یادگار محمد رضا شاه پیش از انقلاب 57 چیست؟ ماندگارترین یادگار محمد رضا شاه پیش از انقلاب 57 برهم زدن تمام احزاب سیاسی دولتی و نیمه دولتی در ایران و ایجاد حزب رستاخیز و دستور عضو شدن در حزب رستاخیز برای همه شهروندان ایران بود. و حتی از این واژه بهره گرفت، از این واژه ها بهره گرفت که اگر نمیخواهید گذرنامه بگیرید و ایران رو ترک کنید، که گویا ایران ملک ایشان بوده است که مردم باید ایران رو ترک کنند. واکنش به چنین رفتاری از جمله انقلاب 57 بود. ای کاش، افسوس، افسوس که انقلاب 57 در مسیر مذهبی پیش رفت، ولی واقعیت این است که واکنشی بود به خودکامگی و فساد در ایران. پادشاهی نتوانست خودش رو با مدل‌های دموکراسی و قانون مداری همراه بکنه. امروز هم ما باید به این واقعیت نگاه بکنیم. ما در ایران چندین خانواده سیاسی بزرگ داشتیم که این خانواده ها در گذشته در آزمون های تاریخی رفوزه شدند. خانواده بزرگ چپ ایران از حکومت های پشتیبانی کردند که حکومت های خودکامه بوده، از اتحاد جماهیر شوروی، از چین، از مدل های واپسماندهی مانند آلمانی. خود من هم در نوجوانی شیفته چنین سخنان واپسماندهی بودم و خوشبختانه خیلی زود از این نوع سخنان بریدم. ولی برون بسیاری از ایرانیان درگیر این نوع اندیشه ها شدند. طرفداران چپ ایران امروز، طرفداران پادشاهی در ایران امروز، اگر مدل‌های دموکراتیک رو بپذیرند، شاید ما بتوانیم باب گفتگوی رو درباره مدل‌های حکومت آینده ایران باز بکنیم. من طرفدار جمهوری هستم. هیچ تردیدی ندارم که مدل یک جمهوری سکولار بهتر از مدل‌های دیگر است. ولی کسانی که می‌خواهند مدل پادشاهی رو در مقابل مردم قرار بدهند، باید به مردم بقبولانند، قانع کنند مردم رو که مدل پادشاهی که اونها امروز ازش پشتیبانی میکنند مدل دوران رضا شاه و محمد رضا شاه نیست. اگر هر بار که از پادشاهی مشروطه سخن میگویند برگردند و از رفتار محمد رضا شاه و رضا شاه در بس پشتیبانی بکنند، یعنی به مدل دموکراسی در یک نظام پادشاهی باور ندارد. شما نمیتوانید امروز خودتون رو چپ دموکرات بخوانید و به جای پشتیبانی از مدل سوسیال دموکراسی اروپایی از مدل استالینی هم پشتیبانی کنید. همین قاعده در مورد پادشاهی هم صادق است. اگر همیهنان ارجمند من که طرفدار پادشاهی هستند میخواهند مردم بپذیرند که به راستی اونها به یک مدل پادشاهی دیگری، مدل مشروطه، مدلی مانند انگلستان، نروژ و دانمارک باور دارند، باید به گذشته پادشاهی نقد کنند، همون گونه که چپ ایران باید به گذشته چپ ایران نقد بکند و اون مدل رو جلوی خودش نگذاره. اگر شما بتوانید، شما طرفداران پادشاهی، مردم رو قانع کنید که مدل پادشاهی شما همان جاوید شاه و نظام گذشته ایران نیست، داغ و درفش سازمان امنیت دیگر در کار نخواهد بود، می توانید به عنوان یک گفتمان، به عنوان یک بدیل در چالش آینده ایران مورد بررسی قرار بگیرید. ولی تا هنگامی که جریان های طرفدار پادشاهی همچنان بند ناف خودشون رو به گذشته ایران می بندن
و دربست از رفتار رضا شاه و محمد رضا شاه پشتیبانی می کنند؟ نمی توانن پیام آور دموکراسی باشند. تا هفته آینده.